خب در درس قبلی یه سری کارهایی رو انجام دادیم و میشه گفت که الان در موقعیت شروع مناسبی هستیم. در اینجا مثلا میتونم نور HDR رو وارد کنم که مود یا همون حالت نورپردازی مناسبی رو به این صحنه حالا بدم. پس دوباره میرم مثلا ادیتورم رو باز میکنم و در اینجا به اون پایینا میرم در قسمت تکسچرها و میرم ویری HDR رو اینجا انتخاب میکنم. خب از اونجایی که در قسمت environment باید استفاده بشه اون دکمه رو میزنم و میرم یه دونه فایل HDRI رو حالا براش انتخاب میکنم. خب من میخوام غروب خورشید رو داشته باشم و نمیخوام بیش از حد زرد و نارنجی باشه. دلیلش این هستش که ما نورهای مصنوعی رو داخل اون محوطه داریم و اگه یه HDRI استفاده کنید که خود اون هم خیلی زرد و نارنجیه کارتون بد میشه. شما باید یک تعادلی رو ایجاد بکنید. اگه مثلا یه HDRI با تهرنگ آبی رو مثلا پیدا بکنید، فکر میکنم که با اون نورها و چراغهای داخل محوطه ترکیب خوبی رو ایجاد بکنن. در هر صورت من یه دونه رو انتخاب کردم. فقط یادتون نره که اون مپینگ تایپش رو به اسپریکال تغییر بدید. خب در اون پایین هم کلی مولتیپل داریم که در واقع میتونن توزیع نور یا قدرت پخش شدن نورش رو در اون صحنه برای شما کنترل بکنن. دوباره پنجره انوایرمنت رو باز میکنم و میرم اون یه دونه مپ HDR رو که الان وارد کردیم رو کانکت میکنم به قسمت انوایرمنتمون از نوع اینستنس و اوکیش میکنم. خب حالا ببینیم چطوری شده کارمون. باید استرندر بگیریم. خب کمی بهتر شد و بک‌گراند ما هم کمی تغییر کرد. البته این رنگ سیاه آسمون به ما کمکی نمی‌کنه در نورپردازی و بدن این نمای ساختمون هم ترنگ خیلی غلیظ زردی داره. خب بریم کمی تغییرش بدیم. در حالی که اون نور در حال انتخاب هستش، بیاید اینجا کالر مود رو انتخاب بکنید. اینجا هستش، همون روی فیلتر اون رو دست نظر ول کنید، روی این پالت رنگی کلیک بکنید و بیاید یه تون تقریبا تو مایه‌های آبی رنگ رو براش انتخاب بکنید. خب من چیز تاریکی رو نمیخوام اینو داشته باشم و البته میتونید اون HDR اون رو هم کمی بچرخونید. این کار رو هم انجام میدم در اینجا. خب حالا که این کار رو انجام دادیم یه بار دیگه بریم تست رندر بگیریم. کمی بهتر شد، فقط اون آبیه کمی زیادی آبیه شد. پس میرم اون رو به این صورت تغییر میدم تا مطمئن بشم که رنگ بندی مناسبی داره. اوکیش میکنم و دوباره میرم تست رندر میگیرم. و البته میتونید بک‌گراندتون هم دوباره کمی بچرخونید، کمی جالبتر بشه. تست رندر میگیرم. خب در این مرحله فعلا فکر میکنم که خوب شدش. فقط از اون موقعیت خورشیده خیلی راضی نیستم. به نظرم باید کمی تغییرش بدیم. به ستاپش میرم و به یه دید دیگه میرم پیداش کنم. اینجا هستش و میرم کمی موقعیت بهتری رو بهش میدم. کمی مستقیم تر میخوام نور رو بتابونه به ساختمونم و نمیخوام خیلی بالا باشه و فکر میکنم به اینطوری بهتر شدش. حتی دوباره میتونم کمی پایین تر بیارمش. در واقع دارم زمان رو میبرم جلوتر که خورشید بیاد پایین تر. خب دوباره میریم و تست رندر میگیریم و به این نتیجه میرسیم. کار اولیش رو انجام دادیم. فعلا من از این راضی هستم. الان دیگه میتونیم بریم و نورهای مصنوعی محوطه رو کار بکنیم. خب برای این کار میتونید از چند تا ویری لایت استفاده کنید. از فایل کرییت در تب لایت ها تب ویری رو میارم، ویری لایت. از همون نمای تاب شروع میکنم به کلیک و درگ کردن و یک نور رو میارم به اینجا با دستور موف. خیلی کار راحتی، دیگه توضیح نمیدم. میارمش اینجا. فقط یادتون باشه که داخل دیوار دیگه نره، کم بیاریش پایین تر. در پنل مودیفای یه نگاه به تنظیماتش میندازیم. اول از همه رنگ در قسمت مود اون رو از کالر به تمپرچر تغییر بدید. فکر میکنم که اینطوری خیلی کنترل کردن اون راحت‌تر میشه.
خب از اونجایی که من فقط یک نور گرمی رو برای اینجا میخوام، میتونم تمپرچر رو بیارم پایین که اون رنگ گرم بشه. میبینید که فوری اون پالت رنگی رنگش تغییر میکنه. پس اینجوری خیلی راحت میتونید رنگش رو حدس بزنید و ببینید که چطوری میشه. فقط مولتیپلایش رو هم میتونید تغییر بدید مثلا به 40 و بریم تست رندر بگیریم ببینیم چطوری در میاد. خب خوب شدش، فقط من خود نوره رو دارم میبینم. خب این تنظیمات پیشفرض ویری هستش، من باید اون رو غیر فعال کنم که خود اون نوره رو در رندر نبینم. برای انجام این کار میتونید به این پایین بیاد آپشن و تیک اینویزیبل رو بزنید و الان دیگه اگر رندر بگیرم ما نور پردازش رو میبینیم ولی خود نوره رو دیگه نمیتونیم ببینیم. خب یه بار دیگه تمپرچر رو کمی میارم پایین تر که کمی رنگ زردتری رو داشته باشیم. حالا به این نتیجه رسیدیم. خب تا الان رندرمون خیلی ظاهر خوبی نداشته، سعی میکنم که اصلاحش کنم. دوباره برمیگردم به فایل HDRI و میرم یه دونه فایل دیگر رو انتخاب میکنم، مثلا این یکی رو امتحان میکنم و یه بار دیگه تست رندر بگیریم ببینی که چطوری میشه. خب هنوزم زیاد جالب نیستش، دوباره میرم یه دونه دیگر رو انتخاب میکنم مثلا این یکی رو. خب ظاهرش کمی بهتر شدش، نوری که به نمای ساختمون میخوره خوبه ولی بقیه صحنه زیادی تاریک هستش و خب باید برم نوری که بیرون رو روشن میکنه رو زیاد کنم. برای روشن کردن صحنه یا میتونید برید تنظیمات اکسپوژر رو بیشتر بکنید اونجایی که قبلا من توضیح دادم، یا میتونید به تنظیمات خود نورتون برید و قدرت نور رو زیاد کنید که در اینجا من دودهام رو به 4 تغییر میدم و تست رندر میگیرم. خب همین پروسه رو باید تکرار بکنید تا به روشنایی مورد نظرتون برسید. تکنیک کلیش همین هستش، فقط کافی که قدرت نورتون رو کم و زیاد بکنید، تنظیمات اشتیاراتون رو باش بازی کنید تا به بهترین تناسب ممکن حالا برای این صحنه دست پیدا بکنید. همچنین میتونید اون نوری رو که در اون داخل کپی کردیم رو بیاید و به داخل فضاهای دیگه هم بیاید اون رو کپی بگیرید و قدرت نوری همون اینتنسیتی اونها رو هم تنظیم بکنید و حالا هر اتاق رو براش یک قدرت نور رو در نظر بگیرید. و البته مثلا میتونن رنگ بندی اون نورهایی که در داخل کار میکنید حالا متفاوت هم باشن. خب همین کار انجام میدم، مثلا اون یه نور رو انتخاب میکنم، ازش با شیفت گرفتن و دکمه موف اینطوری یه کپی میگیرم، نوعش کپی معمولی هستش و میرم مقیاسش رو روی محور کمی بزرگتر میکنم چون که اینجا فضای بزرگتری رو هم داریم و میرم تمپرچرش رو تغییر میدم. خب درجه رنگیش تغییر میکنه، میرم تست رندر میگیرم. خب به این صورت در اومد. خب ما یک رنگ و یک قدرت نوری مساوی رو حالا برای تمام اتاقها نمیخوایم، من میخوام که با هم متفاوت باشن. همون نور رو میتونید به اتاقهای اینور اونوری دوپلیکیت بگیرید، حالا به هر مدل و رنگی که شما دوست دارید نورپردازی بشه. در کلیپ بعدی نورپردازی آی اسلات رو با همدیگه کار خواهیم